سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما هموطنان گرامی. خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه‌های پیک شادی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوار و مشتاقیم که بتونیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما بیاریم. مثل همیشه خبرها زیاده و طبعا نکات طنز پیرامونش فراوون، بنابراین من صحبت رو کوتاه می‌کنم که بریم سراغ خبر تو خبر. هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از باتلاق سوریه برای خامنه‌ای که هر چی جلوتر میریم بیشتر عظما توی اون فرو میره، در حالی که نظام بشار نایی براش باقی نمونده و دیکتاتور سوریه بارو بندیل و بسته و زمزمه رفتنش بلند شده. نظام سید علی دو آتیشه تر از خود بشار به فکر حفظ اونه، چیزی که حتی برای خیلی از بسیجی ها سوال ایجاد کرده. شما به ما گفتین که سوریه متحد ژئوپلیتیک ماه. شاید برای مردم و بینندگان ما خیلی مفهوم نباشه این عبارت یعنی چی و چرا ما باید از سوریه حمایت کنیم. امروز خط مقدم دفاع از امنیت راهبردی ایران در مرزهای جغرافیایی ما نیست. دقیقا. هر کشوری یک مرز جغرافیایی داره، یک مرز امنیتی داره. شما درست در نظر بگیرید وضعیتی که یه مربی ارنج میکنه تیم فوتبالش رو، برخی از مواقع دفاع در منطقه یک سوم حریفه. اگر کشوری همانند ایران این قابلیت رو نداشته باشه که جبهه مقاومت رو حمایت نکنه، یعنی اگر نتونه حمایت کنه، در اون شرایط مسئله مربوط به منازعه در فضای جغرافیای سرزمینی ایران خواهد بود. برای اینکه منازعه سوریه به بیت ولایت کشیده نشه، اتاق فکر وزارت خارجه نظام بعد از کلی زور زدن به این راه حل پنبه دانه‌ای رسیده. اینجا نقش مردم سوریه خیلی اهمیت داره. اگه مردم سوریه که احساس خطر دارن میکنن واسه تمامیت ارضیشون به صحنه بیان و مثل بسیجی که در دوران انقلاب ما داشتیم به کمک ارتش و به کمک نظامشون از کشورشون دفاع بکنن، حتما ضربه پذیری سوریه بسیار کم خواهد شد و انشالله سوریه پیروز از این صحنه بیرون میاد. طرف رو به ده راه نمیدادند، سراغ کت خدا رو میگرفت. خود ارتش بشار داره زیر پاش رو خالی میکنه، بعد این دنبال بسیجی میگرده که برن کمک ارتش. خبرنگارای تیویریش هم برای امداد رسانی به بشار همچنان باید سوریه رو یک مکان امن و آرام و آماده برای زیارت نشون بدن، ماموریتی که تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. ما داریم میریم به سمت محل استقرار شورشیان مسلح، دقیقا لب مرز اون منطقه که شورشیان با ارتش سوریه قرار داره. حجر سیاح في عدد كبير. بابک کجای بیا؟ وایسا 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 نروش من نروش وایسا وایسا. احتمالاً الگوی راهبردی عظما برای نجات بشار این سگه و طولش بوده. اما این استخ کجا و باتلاق سوریه کجا؟ Yeah!
حالا دغدغه سقوط بشار کم بود، دغدغه کمبود مرغ هم قوز بالا قوز شد و یقه آخوندار رو گرفته. چند وقت پیش توی خیابون داشتم میومدم، بعد یه آقای اومد جلو منو گرفت گفت حاج آقا چرا مرغ رو گرون کردی؟ من گفتم که والا آقا به حضرت عباس منم مثل تو مرغ میگیرم، منم مثل تو مرغ میخرم. منم بعد اومد این ورتر یه حاجایی گفت حاج آقا این مسئله سوریه رو چیکارش میخواید بکنید؟ گفتم من ایشالله به محض اینکه قیمت مرغ و تثبیتش کردم مسئله سوریه رو رسیدگی میکنم. این جوجه آخوند خیلی خارج باخت تشریف داره، چون اونطور که از روند تحولات برمیاد اول مسئله سوریه روی سر نظام خراب میشه و بعد هم قیمت مرغ. هرچند که تلویزیون خامنه‌ای تلاش میکنه به زبانهای مختلف از سخاری شدن عظما توی این کمبود مرغ جلوگیری کنه. واقعا این چندمین باره من دارم عرض میکنم، امروز مهمتر از مسئله مرغمون و تخم مرغمون و نونمون و گوشتمون و همینایی که نداریم و همینایی که داریم و مسائلی که هست، اما مهمتر از همش آدم بودن و آدم ماندنه. حالا اگه تو برنامه دینی کسی قانع نشد، تو برنامه جفنگ بازار میشه موضوع رو ماسمالی کرد و با آسمون و ریسمون به هم بافتن سر و ته قضیه رو هم آورد. خب این خانی مرغه همش براش تخم میذاشت و بعد آقا پسره تخم رو ور میداشت میرفت بازار، بعد میفروخت و پولدار میشه، چون اون موقع ها مرغ خیلی گرون بود، مثل الان که مفت نبود که، خیلی گرون بود. آی پسره اگه مرغ تو بفروشی به من جاش میده هم دوتا خروس. نمیدم. آقا چون مرغ تو بفروش به ما دیگه، ما میگه چند وقت تخم مرغ نخوریم که دوازده غیر دیگه. در نهایت هم برای اینکه موضوع ریشه‌ای حل بشه، روازاده یه تئوری ضد مرغی از تو خورجینش پیدا کرد که به این شرایط بخوره و سیراب مشتریان مرغ و جوجه کباب رو بالکل بزنه. ما یه زمانی خروس می‌خوردیم، بوقلمون، قاز، اردک، کبک، بندلچی، قرقاول، گنجه، کبوتر، امثال اینها. همه اینا رو زدن کنار، یک حیوان رو آوردن که وجود خارجی نداشت به نام مرغ. جالب اینجاست که خانواده ها چشمندی هم برای فرزندانشون میکنن، میده تو آشپزخونه میاد بیرون میگه مامان جون امروز مرغ دوست داری بخوری؟ میگه نه. میگه جوجه چی؟ زود مرغ رو تبدیل میکنه به جوجه. هنرمندن دیگه. من نمیدونم از که اسبی رو خورد میکنن میشه کره اسب. خب مرغ مرغ دیگه، وقتی خورد کردی که جوجه نمیشه دیگه. اینا همش از یه کانالی تزریق شده به جامعه ما، اون کانال مخفیه. در مشنگستان این هفته به این آخوند پنپه رسیدیم که ظاهراً اولین باره که پاش به تلویزیون رسیده و همین دفعه اولی میخواد یه نرخ بالایی برای خودش به ثبت برسونه. خدا حالا تعریف از خود نیستش، باور کنید بحث عزت طلبگی رو دارم برای شما میگم. خدا استعدادای زیادی به من داده. من خطاطی خط و شاگرد استاد حمید عجمی بودم، خط معلم مینویسم، کاریکاتور میکشم، تصویرساز کتاب کودک هستم، طراحی میکنم. عرض کنم خدمت شما متن ادبی هم یه مقدار کار کردم، ولی اگه برگردم به 10-12 سال پیش باز دوباره میام حوزه. یعنی درود این حوزه رو و این طلبگی من با هیچی عوض نمی کنم. چشبسته غیب گفت. خب تو نظامی که آخوند روزخون یه شبه ولی فقی میشه، واضحه که واسه این جور موجودات نون تو آخوند شدنه و نه حرفه های دیگه. ظاهرن مفخوری آخوندی اینقدر به این مزه کرده که هیچ جوری نمیشه اینو از عباش جدا کرد، مثل مزه سیگار برای این گربهه. در
بحبوه دکان اقتصاد مقاومتی یه مشنگی پیدا شد که این طرح سیدعلی رو به عرصه شکمش هم گسترش داد و الان نگران اقتصاد دلشه. آسید میشه واقعا اصلا آدم اینجوری دلش پاک بمونه؟ یعنی طریقی این که دل ما پاک بمونه چیه؟ دل من و شما یه کشوره، یه مرزی داره به نام چشم، یه مرزی داره به نام گوش، مرزهای مختلف ورود به این کشور دل رو باید مواظبت کنیم، مبادا جنس قاچاق گناه وارد کشور دلمون بشه که اقتصاد دلمون اصلا به هم میریزه اگر که نگذاریم که هر چیزی وارد بشه. یعنی واردات ما باید کنترل شده باشه. این هم یه مربی حفظ جان در شرایط سخت با یه آموزش کاربردی برای تمامی مهره های نظام، از ولی فقیه تا بسیجی های سیلی خورده. لذا تقیه یک جنبه عقلانی داره. من برای حفظ جانم، برای حفظ دینم، لذا خداوند میگه یه مصلحت بیشتری هست. وقتی یه جا مصلحت بیشتری بود، شرط عقل هست که در بین دوتا کفه ترازو، جایی که با گفتن یک جمله راست من باعث میشه خونم ریخته بشه، ظالمیست میخواد ارض و خون من رو از بین ببره، اگر این جمله راست او رو بگم منتقی من نفسم از بین بره، وجود و سلطنت وجودیم از بین برن. بگید حفظ بشه جانتون. لذا دروغ مصلحتی در جاییست که یک مصلحت بیشتری، مصلحت مهمتری در یک جا. تشخیصش با کیه؟ تشخیصش با خود مکلف. این هم حجت الاسلام والیوم 10 که با یه دهن روزه درباره آخرت همه رو میبره تو فاز خلسه. لطفاً یه فنجون قهوه بردارید که اینجا خواب نمونید. از خانواده شما هر کی مرده چشمش به در برزخ به انتظار ورود شماست، شما رو اینجا نگر نمیده، بیرونتون میکن. یه کاری بکنید، به امت داره میگه با یه پرونده خوب وقتی از دنیا بیرونتون کردن وارد آخرت بشه. هیچ گیرو نگر نمیده، هیچ. در بین مردم از هر گناه و آلودگی بپرهیزید که مردم ازتون یاد نگیرن. در شرایطی که ولی فقی سعی داره تلاش برای رسیدن به بمب اتمی رو یه پروژه ملی جا بزنه، فیلمسازان ولایت مدار تو جنگ نرم سوتی هایی میدن که داد خیلی از خودی ها رو در میاره. حالا من از شما سوال میکنم، شما فیلم گشت ارشادی دیدی؟ نخه. خب در یک جای این فیلم، من این فیلمو نگاه کردم، میاد به اصطلاح شما نگاه کنید تو این قضیه هسته‌ای که واقعا حیثیت ملی ما، حیثیت علمی ما مطرح بود، دنیا الان این همه فشار به ما داره میاد برای اینکه این قدرت از ما بگیرن، کاری که اسرائیل ها نتونستن بکنن، تهدید کردن، تحریم کردن، دعوا را انداختن، همه این کارهایی که دو دنیا علیه ما تحریک شد. آقای صداتیان، در یک جایی یه خانومی که چهره خوبی هم داخل فیلم نداره، بعد ایشون میره توی کوچه چادر سرش میکنه میاد بیرون. اصلا چه نیازی بود چادر سر بکنی تو؟ برای چی چادر سر کرد؟ میاد بیرون، میره به سمت وانت باری که اونجا وایساده، روش نوشته انرژی هسته‌ای کیلو 1000 تومان، خرما میفروشه. ببینید اگر این فیلم 20 سال پیش پخش میشد، شما اصلا انرژی هسته‌ای چی هست؟ یا حتی 30 سال بعد پخش میشد. من تو یه جلسه هم این بحث رو مطرح کردم، گفتم چی شد که ما اینقدر آستانه تحملمون اومد پایین؟ ما یک روز اوایل انقلاب شهید بهشتی می اومد میشست تو تلویزیون به عنوان ایدئولوژی بچه مسلمانای نظام، میشست با آقای کیانوری، میشست با حزب توده، میشست با جریان چپ، با تمام سلاقه مختلف می اومدن، میشستن تو رسانه ملی حرف میزدن، بحث میکردن، بحثای کلامی میکردن. همین بحثای کلامی میتونه باعث یه کمی ارتقای شعور و فرهنگ و چیزای جامعه بشه. ما یه متر برداشتیم میگیم یا سیاه یا سفیده یا اینه یا اون. ظاهرا این آقای پرتاب سال 88 تو کمد بود و فاز شکستن طلسم ولایت رو تو خاموشی رد کرده، چون یادش نیست که بادکنک ولایت چطور با سوزن مناظره ترکید و تا دراز شدن عظما زیر کفش مردم پیش رفت.
این هم یکی از جدیدترین ابتکارات تیویریش برای نشون ندادن ساز در تلویزیون. هم ساز هست، هم نوازنده، منتها پشت دوربین. اونچه که باید پشت دوربین تیویریش باشه ساز و نوازنده است، اما اونچه که باید جلوی دوربین باشه ساندیسخور چرنده است. به خصوص اگه نوبت تظاهرات نمایشی روز قدس باشه، مهم فقط اینه که جلوی دوربین پر باشه. به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستم. امروز در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به خیابان‌ها آمدند تا یک بار دیگر نفرت و انزجار خود و جوان خرد کلان همه به همه آمدند تا از کودکان مظلوم فلسطین. همه جا که میریم تو هم هستی، جریان چی؟ علاقه دارم تصویرم بیام. به حرفه شما خیلی علاقه دارم، خیلی تصویر پخش علاقه داری؟ آره، شب میشینم خودم تمام وقت جای خبر نگاه میکردم. خیلی دوست دارم تصویرم تو تلویزیون میشه. خیلی تقریبا هر شب پس تصویر رو میبینم، تمام وقته خبری میبینم که عکس خودم کجا نشون کنم. واسه اونه که الان شاید نگاهت بکنن چه حرفی ده؟ خیلی حرف میگم راه ادامه میگی چی؟ راه منو ادامه بدم. خلاصه کلام، در حالی که نظام داره وارد فاز دریافت رگبار ضربات میشه از طرف بنیاد حفظ آثار امام، این راهکار به بسیجی هایی که نمیخوان ریزش کنن پیشنهاد شده تا آمادگی دریافت انواع ضربات رو کسب کنن. قرقاتی صحبت کرده. لباد دکتر بزن بهادر ویزیتش نکرده. اگه نه حتما روشنش میکرد. دوستان عزیز پیک شادی، چه از طریق ایمیل و فیسبوک و چه در سایر ارتباطاتشون خواسته بودن که برنامه زباله احکام یا به قول تیویریش آخوندی زلاله احکام رو ول نکنیم و باز هم در موردش طنز درست بکنیم. ما چه در مواردی که مورد به مورد پاسخ دادیم و چه در برنامه‌های قبلی تعهد رو پذیرفتیم. بنابراین بدون توضیح بیشتر اجازه بدین که بریم سراغ زباله احکام یا با بیان خلاصه تری که خیلی از دوستان براش به کار میبرن، بله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که همیشه موفق باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه زلال احکام و سوالای شرعی شما بینندگان خوب. خب ابتدای برنامه میشنویم صدای یکی از بینندگان رو با سوالی که مطرح فرمودن. من از بیت ولایت زنگ میزنم. دیشب آقا خواب دیدن که بشار اسد بهشون میگه که نمیخواد به سرنوشت قذافی دوچار بشه، به همین خاطر درخواست کرده که آقا بهشون پناهندگی بده تا بیاد توی بیت ولایت موندگار بشه. با توجه به این خواب تکلیف آقا چیه؟ ما اینو توضیح دادیم در برنامه‌های گذشته مطرح شده و ما گفتیم که هیچ تکلیفی نسبت به اینا ندارید. خواب حجیت نداره، یعنی تکلیف آور نیست. خواب تعبیر داره که اهل فن باید تعبیر کنن، اما ای که در خواب آدم چیزی ببینه و بعد مکلف و موظف باشد مطابقش عمل کنه، نه چنین نیست. به قول قدیمی ها گدا به گدا رحمت به خدا. از او جایی که هشت مقام عظما گروه نوهشه و خودش دنبال سوراخی میگرده توش قائم بشه، به مصلحت اونه که بشار اسد تو همو سوراخی که هست بماند و بلاهایی که ممکنه بر سرش نازل بشه رو با خودش به بیت عظما نیاره. بله، بنابراین نه، این خوابا اعتباری نداره و انشالله مشکلی هم پیش نخواهد آمد. خب باز بشنویم صدای یکی دیگه از بینندگان رو و سوالی که مطرح کردن. با تشکر از برنامه خوبتون، من از بچه های سپاه هستم. این سری که مواد ترانزیت می کردیم، حدود یک تن تلخک تو گاراژ ما جا مونده. من شنیدم دستور اومده که اینا رو توزیع کنیم بین 5 تا 10 نفر از آقایون نماینده مجلس. این چه حکمی داره؟ آیا از نظر شرعی این اشکال داره یا نداره؟ اینا اولا که خاک بر سر گیج شما کنن که به جای بیت دوباره با این برنامه تماس گرفتی و اسرار نظام رو برملا کردی. اما در خصوص سوالتون، نه خیر، چنین دستوری نبوده. یعنی ما نداریم مورد اینجوری که دستور داده باشن توضیح کنید بین 5 نفر، 10 نفر، 40 نفر و اونا هم به افراد دیگه. این کار گناه بسیار بزرگیه، یعنی جزو گناهان کبیر است، بسیار بسیار مذمت شده. اما آخه برادر گاگول، مقام عظما خودش داره از خماری دست و پا میزنه، بعد شما میخوای جنسا رو ببری توضیح کنی بین مجلسی ها؟ بله، نظر فقها ها بر اینه که به دلیل مجلسی که امشب تو بیت عظما برقراره، همه او یک تن مواد رو بیارید اینجا خالی کنید، ما هم حضور داریم یک فیضی میبریم. بله، ما هم تشکر میکنیم از شما. سوال بعدی رو هم بشنویم. من دوباره از بیت مزاحمتون میشم. به دلیل گرمای هوا آقا قصد کردن که با شلوارک و رکابی برن تو حیات بیت قدم بزنن. این کار چه حکمی داره؟ بله، خب سوال جدیدی بود دیگه. به هر حال تا حالا یه همچی سوالی ما در این چند ساله، یعنی نمونه ای سوال رو مثل این سوال رو نداشتیم. در جواب باید عرض کنم اگر حیات خانه جوریه که نامحرمی او را نمیبینه، اشرافی نداره، کسی نیست، اشکالی نداره. همیشه که لازم نیست در با لباس کامل و عبای زری و اینها باشد. اما اگر نه، جاییه که اشراف داره، نامحرمی ممکنه ببینه، بله باید حجابش رو مراعات کند که در نگاه نامحرم قرار نگیره. خب اگه فرصت هست یه سوال دیگه هم بشنویم در پایان. من از نزدیکان آقای جنتی هم. ایشون این روزا حسابی گیج دادن و تو خونه دور اتاق میدون و جیغ میزنن و میگن دارن با اسرائیل گرگن به هوا بازی میکنن. میخواستم ببینم آمپولی که تو این وضعیت بهشون میزنیم چه حکمی داره؟ چه حکمی داره؟ این هم جواب مفصلی داره. بعضی از فقها اصلا آمپول رو مثمر ثمر نمیدونن. بعضی ها هم آمپولای تقویتی و تغذیه رو مفید میدونن و آمپولای وریدی مثل سرم ها و اینها. در خصوص این مسئله باید نظر مرجع تقلیدتون رو جویا بشید. ولی اگه از من میپرسید، درمان آقای جنتی مثل آفتابه خرج لحیم میمونه، یعنی صرف نداره. کار ایشون از آمپول و مامپول گذشته و با این چیزا ایشون رام. خب در این برنامه سوالای
خصوص بیماران بود. در پایان آرزوی شفا برای همه بیماران و جانبازان عزیز داریم. انشاءالله خدا نگهدار. بله. دوست عزیزم محمد که همیشه از شعرهای خوبش بهره‌مند بودیم، در مورد وضعیت سوریه چند تا رباعی فرستاده که خیلی گویاست. اولیش به نظر میرسه که از گزارشات درونی نفرات رژیم، مثل اون خبرنگار جاسوسی که دارن که با جلیقه ضد گوله گزارش میکرد، میگفته که دمشق خبری نیست، مردم دارن دست دسته میرن پیکنیک. گزارش از شمشادی به خامنه ای. حاج خامنه ای، میز قمار است اینجا، پاسدار و قشون ما خمار است اینجا، گردان که به اسم زائران شد اعزام، دستگیر شده قطار قطار است اینجا. از این مورد مشخص که بگذریم، یه خود عام‌تر به وضعیت نگاه بکنیم، اینجوری میگه: بشار به سرنگونیش نزدیک است، حال و روز خامنه بس تاریک است، پاسدار شود دسته به دسته دستگیر، چیزی که نمیزنند اینجا جیک است. در پایان به عنوان رهنمود همین نفر رژیم خطاب به ولی فقیه ارتجا این رهنمود داده: سوریه شده بلای جان بهر نظام، آتش زده بر ولایت و ریش امام، امامت و بردارو چو گیر افتادی، برگو بابا جان باد ز سر برده کلام. به نظر میرسه که اون بیت اول، یعنی بلای جان شدن سوریه برای نظام آخوندی و آتش زدن به ریش ولایت آخوندی محقق شده،
مونده قسمت‌هایی از بیت دوم از جمله مراسم عمامه برداری رو گیر افتادن. حالا این بیان شعریش بود، بیان استراتژیکی یا به قول دکتر بزن بهادر استراتژیکیش رو هم ببینیم. خوب گوشات رو بکنی، اوضاع خرابه، منم نه وقت اضافی دارم نه حوصله. مقام حالشون خوب نیست چون بجور اوضاع خرابه. تو کانادا اون قاچاقچی محترمی که بابون کار میکرد و گرفتن، تو آلمان هم همینطور، تو تونس هم که گرفتن، تو سوریه هم که برای بچه بجور گرفتن، تو لیبی هم این طرف. خلاصه از هر طرف که مقام اوضاع نگاه میکنه خبرهای بد بهش میرسه، از سوریه، از داستان کنفرانس جده و اون داستان هماهنگی و بحثای تحریم و خلاصه کل حرفایی که نمیخوام اینجا بگم. از چپ و چهار سمت به سمتشون هجوم آورده، حالشون گرفته است چهارچرخ هوا. بایستی که اورژانسی برن بالا سرشون برای تعویض روغن استراتژیکی. بنابراین دیگه مجری پوجیه گذاشتیم کنار، یه راست اومدیم اینجا تونتون سوالتون رو بکنین. عرض کردم نه وقت اضافه دارم نه حوصله. اول تو بگو اینم که این پامپا میکنی مثل این کسایی که خلاصه خیلی عجله دارن. بگو ببینم سوالت چیه. آقای دکتر، با توجه به روند جریانات سوریه و خطراتی که نظام رو در سوریه تهدید میکنن، اگه اوضاع بالا بگیره چی میشه؟ یکی آقا رو، اگه اوضاع بالا بگیره چی میشه؟ بالای کجا رو دیگه بگیره؟ از این بالاتر کجا رو میخواستی بگیره؟ مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن به حاضر از اونچه بله میفرمودن که به مشنگه گفتن پاشو بریم مجلس خط، بابات مرده. گفت غلط نکنم یه اتفاقی افتاده شما نمیخواییم به من بگی. آقا رو یه سال درستایی بکن بیدن مثل مالهی نباشه ها. خب اینکه یه گروهی از مردم هم با آقای بشار مخالف باشن که اشکالی نداره. چرچیل گفته از مخالفت ها نترسید، باد بادک فقط وقتی میتونه بالا بره که با باد مخالف مواجه بشه. اما مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض کردم بله، میفرمودن ماشین هم وقتی داغون میشه که شاخ به شاخ با یه ماشین گنده از روبرو تصادف کنه. فهمیدی یا نه؟ مگه عقلمون کمه که نترسید؟ یه سال درست بی چه علیرغم حضور آقای احمدی نژاد در کنفرانس جده بازم عضویت سوریه رو معلق کردن؟ چرا ایشون نقشی در اونجا ایفا نکرد؟ چرا ایشون نقشی که ایفا کردن؟ منتها نقششون یه کمی فرعی بود. از اولش بی مسما پا شد رفت اونجا، بهش هم گفتم خر نشو نری اونجا، ولی گوش نکرد. این میدونی از اوناست که هیچ وقت یک اشتباه رو دوبار تکرار نمیکنه. قشنگ یه 6-7 بار تکرار میکنه که مضحکه خاص و عام بشه، همه حسابی به ریشش بخندن. انقدر که من برای این بحث استراتژی کردم به جده، حکایت همون یاروه شد که رفت توی مجلس جشن شروع کرد رقصیدن. حالا نرقص کی برفت؟ گفتن شما کی هستی؟ گفتن فامیلای داماده. گفتن اشکالی نداره ها، ولی اینجا جشن تولده. اما داشتم اینو میگفتم که در مورد نقش آق محمود اونجا تو جده، من یه شاگرد چوپری داشتم رفته بود هنرپیشه بشه، چون وضع مالیش خوب نبود، کیفش شده بود، کیف پولش شده بود عین پیاز، هر وقت بازش میکرد اشکش در میومد. برها رفت هنرپیشه بشه، اونجا بهش گفتن این نقشی که برات داری کوتاهه. گفت اشکالی نداره. گفتم پولم بابتش نمیدی؟ گفت اشکال نداره، بازی اولمه، بعدا حتما میدی. گفتن که تصویرت هم نشون نمیدی. گفت باشه. گفتن که تو اتاق بغلی یه گلدون محکم میخوره تو سرت، باید بگی آخ. گفتش که خب این آخو بلند بگم یا یواش؟ گفتم مهم نیست، صدا دوبله میشه. میخوام بهت بگم که نقش ما الان تو معادلات بین‌المللی یه همچین چیزاییه. آقا محمود پا میشه تلک و تلک میره عربستان علی‌رغم راهنمود استراتژیکش، با اون فضاحت که تاکسی هم نمیفرستن دنبالش. بعد آخرش هم حاصل کار این میشه که بشار اسد و با تیپا از کنفرانس اسلامی میندازن بیرون، معلقش میکنن که چجور که تارها معلق بزنن. این چه معامله یه توی دنیا با دوستان نظام میکنن؟ مثلا اون زوار معصوم رو توی سوریه وسط درگیری های دمشق دستگیر میکنند و از توی جیبشون سپاه بیرون میکشن. آدم نمیدونه که توی این دنیای نامردی و توطئه چه کار باید بکنه. یه موقع سرمونو میذاشتیم روشونه مرحوم عبوی گریه میکردیم، الان باید بذاریم روشونه تخم مرغ گریه کنیم. مقام عظما واقعا مظلوم واقع شدن این وسط. گردنشون همیشه بوی گند میده، چون هر کی هر جای دنیا گند میزنه میندازه گردن ایشون. یه کشتی رو توی دریایی با پرچم نمیدونم زنگبار تانزانیای کجای میگیرن، بعد میندازن گردن ایشون.
اون کشته داره قاچاق میکنه، ایشون چیکار کنه؟ میگن کار نظامه. عجیب تر این که دنبالم میکنن، میبینن همینطوری هم هست، کار نظامه. یارو قاچاقچی‌ها رو تو آلمان گرفتن که تجهیزات اتمی میفرستادن ایران، میگن کار نظامه. 100,000 دلار ناقابل رشوه به یه مقام کاخ سفید کی داده، میگن کار نظامه. یه بانک انگلیسی معامله قاچاق کرده، میگیرنش، میگن کار نظامه. این که هیچ، نامردا 340 میلیون دلار زبون بسته جریمهش میکنن، اونم که از جیب باباش نمیده که، همه پولای خودمونه، که اینطوری دور میزنه جیرینگی میره خرج بیمه میکنه و از این حرفا. یارو تاجر چینی رو تو سیاتل آمریکا میگیرن که داشته تفلی فولاد قاچاقی میخریده برای بمب، میگه که کارامه. از قدیم گفتم فقط کسی مرتکب اشتباه نمیشه که هیچ کاری نمیکنه. بنابراین منم نصیحتم به همه شما و از جمله مقام عظما اینه که خب یه مدتی هیچ کاری نکنید. ولی ایشون گفتن نمیشه، اوضاع بهتر از این حرفاست که هیچ کاری نکنید. سوال بعدی، چرا در حالی که حادثه تو مملکت اتفاق افتاده بود آقا محمود رفتن جده؟ اتفاقا آقا محمود هم رفت محل حادثه. چه حادثه ای دیگه؟ چی میخواستی؟ حادثه بدتر قربونت برم الهی، تلفاتش هم سنگینه. مقام عظما رو ندیدی؟ دمر افتادن رو زمین تو بیت خودشون. راه حلای معمولی هم دیگه برایشون جواب نداره، دردشون درد معمولی. برهو بابوی همیشه میفرمودن بزن با هادو، عرض میکردم بله. میفرمودن که به کچله گفتن تو از چه شامپوی استفاده میکنی؟ گفت هیچی، من از شیشه پاکن استفاده میکنم. ایشون هم راه حلاشون فرق میکنه. من خودم به عنوان دکتر استراتژیکی 3 بسته خاک براشون تجویز کردم که هر 8 ساعت بریزن رو فرق سرشون. دیگه فرصت سوال جواب نیست، همه ساکت. باید برم به ایشون سر بذارم تا تبشون بالاتر نرم. نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما دوستان عزیز. دوست عزیزم رضوان سلیمیان، خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستی. امیدواریم که همیشه از همکاری و پشتیبانی برخوردار باشی. ترانه طنز انصری رو هم که خواسته بودی به روی چشم پخش میکنیم. دوستمون جک سم، زحماتتون برای توزیع برنامه پیک شادی در میهن آخوندزاده خیلی قابل تقدیره. پاتریس دو تا عکس خیلی جالب فرستاده با اسامی جالبتری که براش انتخاب کرده. اولی دیجی هست که ملاحظه میکنید، اسم دومی رو هم گذاشته فشن. فریبرز ممتنی کلیپ جالبت رو به خبر تو خبر رسوندیم. ای بی سی کاریکاتور زیبای فقیر و غنی عالی بود. سلطان محمد تاجزای، عید فطر بر شما هم مبارک باشه. آرزوی پیروزی و سرفرازی داریم براتون. شهاب، ممنون بابت جملات طنزی که فرستاده بودید. مهدی از قهدری جان، با ایمیل زیبات خیلی خوشحالمون کردی. در مورد اون کلیپ هم که خواسته بودی به روی چشم اقدام میکنیم. مرتضای عزیز از دانمارک، کلیپ قشنگی به دستمون رسید، همیشه به پشتیبانی تو پشتگرم بودیم. هستیم علی آزادی کلیپی فرستاده از یکی از روزنامه‌های رژیم که نشون میده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم گفته که سرعت علم در ایران زیاد است، نگران عقب ماندن بقیه هستیم. علی اضافه کرده که از دوستان تقاضا می‌شود کمی از سرعت پیشرفت خود بکاهند تا نگرانی این مقام محترم رفع شود.
همچنین عکس‌ها متن بسیار روشنگری در مورد اقدامات سرکوبگرانه نیروی پلید انتظامی فرستاده در ماه رمضان. بهرام تراکتور هم از تبریز نوشته که اگه اینطوری که اینا با روز خورا برخورد می‌کردن با مال مردم خورا برخورد می‌شد، امثال خاوری که پاشون به کانادا نمی‌رسید هیچ، از ولی فقیه و مجتباش تا اون دزدای دیگه، محمدرضا رحیمی و صادق محسودی و باقی داره دسته جنایتکار و دزد حاکم، دیگه دست و پایی براشون نمی‌مونه. فرهان عزیز ممنون بابت شعر طنز جالب تحت عنوان درس ادبیات سال اول حوزه علمیه، امیدوارم که بازم فکرشادی رو مورد پشتیبانی خودت قرار بدی. و دوست گرامی نگار، ایمیلتون من و همه رسان در کارهای فکرشادی رو خیلی تحت تاثیر قرار داد، به داشتن چنین خلق آگاهی بازم افتخار کردیم، یادداشتتون رو در اختیار قسمت مربوطه قرار دادیم، به پرویزم سلام رسوندیم، مشتاق استمرار و ارتقای این ارتباط هستیم. در هفته‌های اخیر نکات زیادی در مورد گرونی مرغ و حقه بازی رژیم برای لاپوشونی نقش تو این چپاول به طنز گفته شده. دوست عزیزی از قول ملا حسنی برامون نوشتن که حالا برو بگو حسنی خشونتگراست. همین ایرلند و عربستان و اینها بودند که شما را مرغ خور کردند. اصلا دشمنان نظام مرغ را وارد سفره ما کردند. ای زرش پلوخور ملعون. طبعا مثل سایر مواردی که به ملا حسنی نسبت داده میشه نمیشه تشخیص داد که واقعا خودش گفته یا طنز براش نوشتن. من فقط به خاطر مرتب بودن فعل و فاعل و مفعول تو این جملاتی که نوشته شده فکر میکنم که جمله مال خود ملا حسنی نباشه. به هر حال داستان مرغ و پرواز قیمتش همچنان بر سر زبان هاست. عزما فیلم تقدیم میکند. اشکنه پیاز. اصل بحران از آمریکا به این که بله نه. اشکنه پیاز. توطئه شیطان بزرگ و کوچک برای زدن زیرا به ولایت. اونایی که گره به کارشون خورده، اونایی که کوس خونشون خورده. آخرین توطئه استکبار چگونه در هم شکست؟ اکثریت قریب به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست. جنگ مرغی با شرکت خروس همسایه. همه ملت ها اسیرند در آمریکا، در اروپا. اشکنه پیاز آخرین محصول عزما فیلم. به زودی با این بالا پایین رفتن قیمت مرغ احتمالاً بانک مرکزی هم مرغ رو پیش فروش میکنه مثل سکه طلاتون. حالا آدم اگر مثلا نخوره چی میشود؟ اشکنه پیاز، فیلمی برای همه. باز قرقاتی صحبت کرده. مباد دکتر بزن بهادر ویزیتش نکرده. اگه نه حتما روشنش میکرد. دوستان عزیز اجازه میخوام که قبل از خداحافظی تشکر کنم از همه پشتیبانان و همراهان عزیز پیک شادی که ما رو یاری کردن، نکات و نظراتشون رو برامون فرستادن، نکات طنز برامون فرستادن و به هر حال برای ارتقای برنامه کمکمون کردن. برای استمرار چنین ارتباطی اجازه بدین که آدرس هامون رو هم یادآوری بکنم. آدرس ایمیل برنامه هست pekshadi@irantv.com. حساب فیسبوک پیکشادی هم که در اختیارتون هست با همون اسم پیکشادی. با تشکر مجدد بابت همراهی شما تا دیدار بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون. اگه اهل قصه نیستی پیکشادی شده با کنیسه.